دولت اسرائیل چه از چپ گرا چه از راست گرا تا حالا 7 بار 7-9 پیشنهاد برای تشکیل دولت فلسطین یا منحل کردن حالا این خصومت پیش رو گذاشته. آخرین بارم آقای اولمرت بوده که با 99% اراضی پس دادن موافقت کرده و با تقسیم اورشلیم هم موافقت کرد. تنها بحثی که باعث شد دولت فلسطین تشکیل نشه یا حالا فلسطینی‌ها امضا نکنن این پایان خصومت ها اینه که 8 میلیون آواره فلسطینی که اینم طبق سازمان ملل درست نیست، به خاطر اینکه آواره فلسطین اون را با قوانین خودش تشکیل داده که نوه و نتیجه و نبیره و ندیدر هم جزء آواره فلسطینی محسوب میکنه که این اصلا برخلاف قوانین سازمان ملله. به خاطر همه اینها اتفاق قول داشتن که 8 میلیون آواره فلسطینی را هم به قول خودشون باید اسرائیل تحویل بگیره. دوباره میگم بحث بر سر اصلا تشکیل دولت فلسطین نیست، چون آقای اولمرت تمام پیشنهادات ملت فلسطین را قبول کرد، تا اون حتی شبرک نشین هایی هم که اون مهمان محترمتون میگن قبول کردن، تا حتی تقسیم اورشلیم را هم قبول کردن. مهم اینه که فلسطینی ها حاضر نیستن قبول کنن. دیگه بعد از 7-10 که اصلا اون دیگه موضوعش 100% توضیح دادن فرق میکنه.